سلام، دوشنبه 19 بهمن 88، 8 فوریه 2010 میلادی. امروز در مورد 8 موضوع صحبت میکنم. موضوع اول اینکه شبکه تلویزیونی آسوسات که به زبان کردی برنامه پخش میکنه از دیروز محبت کرده و از ساعت 6:15 تا 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های 10 دقیقه‌ای روزانه‌ای که ما با هم گفتگو می‌کنیم رو پخش می‌کنه. این شبکه تلویزیونی روی ماهواره هاتبرد 56 هاریزنتال و 11604 مگاهرتز پخش میشه. من به سهم خودم از تمام دست‌اندرکاران و گرداننده‌های این شبکه تلویزیونی تشکر میکنم و امیدوارم که این حرکتی که کردن بتونه هرچه بیشتر کمک بکنه به اینکه ارتباط ما گسترده تر باشه. نکته دومی که میخواستم بگم این است که از بچه‌هایی که داخل نیروی انتظامی هستند خبر دادند که در جلساتی که داشتن با مقامات امنیتی و سپاهی و دیگرانی که میشینن و این روزها فکر میکنن که چه باید بکنن، تصورشون این است که در شهرهای کوچیک ممکنه خطری تهدیدشون نکنه در راهپیمایی 22 بهمن، اما از مراکز و استانها دلنگرانی دارن و بحث‌های جدی در داخل نیروی انتظامی در گرفته که اینطوری که دارن نیروهاشون رو میارن به تهران و همه کوشششون رو گذاشتن در تهران، اگر در مراکز استانها در راهپیمایی 22 بهمن جنبش سبز بخواد خودی نشون بده، حرکتی رو بکنه، امکان مقابله ندارد. به هر صورت اگر در این زمینه اطلاعات دیگه هم باشه تا 22 بهمن خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی اون چه که مهمه این است که کاملا نشون میده که اگر تمام کشور، تمام شهرها، بچه‌ها بیان توی خیابون و در مسیرهایی که خود حکومت هم گفته حرکت بکنن، شعار بدن و با این کمبود نیرویی که اینها دارن و همه امکاناتشون بسیج کردن بیارن به تهران برای اون نمایشی که میخوان نشون بدن، فکر میکنم که میشود درس بزرگی به کودتاچی ها دن. نکته سوم این که حزب اعتماد ملی، حزب آقای کروبی، اطلاعیه مهمی رو صادر کرده، 7 خواسته رو توش مطرح کرده از قبیل آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات، ولی نکته‌ای که کاملا جدید هست این است که این حزب خواهان برگزاری رفراندوم شده روی اساسی ترین خواستهای ملت و بنابراین این خواست مردم که رفراندوم رو شعار اصلی مردم میدونند، حزب اعتماد ملی صحه گذاشته و در واقع دعوت به اون کرده. نکته چهارمی که میخواستم بگم مصاحبه آقای مصلحی وزیر اطلاعاته که ایشون حرفای خنده‌آوری زده از قبیل اینکه برای جنبش سبز یک کسایی از 20 سال پیش برنامه ریزی کرده بودن و مسائلی از این قبیل، اما یک نکته جالب مصاحبه ایشون داره و اون این است که اعتراف کرده که بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی کشور در سمت جنبش سبز هستند و در روز عاشورا یا تظاهرات دیگه با جنبش سبز همکاری کردند و در سمت مردم قرار گرفتند. همینطور باید گفت که وزارت اطلاعات با دستگیری 7 نفر روزنامه نگار دیگه ایران رو که در نه در خاورمیانه بلکه در سطح دنیا بیشترین روزنامه نگار زندانی داشت، باز هم به آمار روزنامه نگاران زندانی اضافه کرده و جالبه که ایران نه فقط سرانه نسبت به جمعیت 74 میلیونیش بیشترین روزنامه نگار زندانی رو داره، بلکه حتی مطلق هم از کشور چین که بزرگترین زندان روزنامه نگارا بود جلو افتاده و با این برخوردهای امنیتی یه وزارت اطلاعات یا دستگاه‌های دیگه امنیتی، سپاه و غیره، ایران به صورت مطلق هم بزرگترین زندان
روزنامه نگاران در سراسر دنیا شد. نکته پنجمی که میخواستم بگم این است که سردار همدانی فرمانده سپاه تهران گفته که خواسته از راهپیمایان که همدیگر را تحمل کنند. در واقع میشه گفت که دستندرکاران سپاه که این نمایش رو تدارک کردن، همه نیروهاشون رو با صرف میلیاردها تومان پول و انرژی کشور میخوان بیارن در تهران یک نمایش ارائه بکنن، پیشا پیش وحشتشون گرفته از این که اگر چند میلیون مردم پا تو خیابون بگذارن اونها مثل قطره در میان مردم بخار خواهند شد و به همین دلیل هم امیدوارن که مردم هیچی نگن، ساکت باشن، هیچ شعاری ندن، هیچ کاری نکنن، بلکه بتونن اونها فیلم بگیرن و پای خودشون بگذارن. به هر صورت جنبش سبز در مسیرهایی که امن امانه و مسیرهای حکومتی است یا اگر با مشکلی مواجه شد در مسیرهای جایگزینی که روز گذشته راجبش صحبت کردیم حرکت میلیونی خودش رو که انجام بده، به نظر من شعارهای اساسی رو که داشته تا کنون مطرح کرده، ضد دیکتاتوری، رفتن دولت کودتا، میرحسین، پشتیبانی از مهندس موسوی و آقای کروبی و رفراندوم که به طور جدی مطرح شده، میتواند که خواستهای جنبش سبز رو روشن بیان بکنه و صف ما رو هم از کودتاچی ها که دنبال تظاهرات دزدی هستن کاملا جدا بکنه. نکته ششمی که میخواستم بگم این است که فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب هم مطرح کرده توطئه ترور آقای خاتمی رو که چندی پیش مطرح بود و در آخرین لحظه آقای خاتمی با هواپیمای دیگه‌ای که جا داشته رفته و توطئه‌شون نافرجام مونده در واقع افشا کرده و جالبه که دم خروس این توطئه‌ای که اینها داشتن همون موقع در یکی از مقالات کیهان بیرون بود، چون قبل از اون ماجرا گفته بود که به عنوان پیشبینی گفته بود که سقط‌ها ممکنه خودشون آقای خاتمی رو بکشن بندازن گردن حکومت و با این اظهارات فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب معلوم میشه که یک توطئه‌ای داشتن گروه تروری که بعدها هم در عاشورا و بعد از اون در ترور استاد دانشگاه تهران دیده شد و این توطئه به هر حال با اظهارات این فرمانده سپاه کاملا افشا شده که چگونه درش دست داشتن، به خصوص با اون اظهار نظر روزنامه کیهان که قبل از اون کرده بود. نکته هفتمی که میخواستم بگم تجمع شب گذشته جلوی زندان اوینه که برای چندمین شب متوالی خانواده های زندانی ها در جلوی زندان اوین تجمع کردن، مادران داغدار هم به اونها میپیوندن در اکثر شبها و باز هم ما شاهد آزادی زندانیان دیگری بودیم. به هر صورت 22 بهمن روز سرنوشت سازیست که اگر جنبش همونجور که قبلا هم عرض کردم پرقدرت پا در میدون بگذاره و تمام مراکز حکومت رو به لرزه در بیاره، امکان این که ما زندانیانمون رو بتونیم آزاد بکنیم فوق‌العاده افزایش پیدا میکنه و اگر خدای نکرده جنبش ضعیف ظاهر بشه اون وقت ممکنه که همه بچه‌ها در خطر قرار بگیرن. به هر صورت زندانیان سیاسی خواست آزادیشون یکی از اون خواستهای محوری است که در راهپیمایی 22 بهمن هم باید روی اون پافشاری کرد. و نکته آخری تجمع اعتراضی کارکنان صنایع عراق که برای چندمین بار خواهان مطالبات معوقه‌شون شدند و تقاضای دریافت حقوق عقب مونده‌شون کردند. به هر صورت همونجور که قبلا هم صحبت کردیم جنبش کارگری در اقصی نقاط کشور دوچار مشکل هستن و جنبش کارگری با تشکیل شوراهای غیر علنی داره سعی میکنه در هر کارخونه سازماندهی بکنه حرکت کارگرها رو و باز هم تاکید من بر این است که 22 بهمن روز مناسبی است که خواهان احقاق حق حقوق کارگرها، کارمندا، معلمین در راهپیمایی 22 بهمن هم بتونیم باشیم. تا فردا شاد، پیروز، موفق و طرفراز باشید. به امید پیروزی ایران.